دیگه وقت رفتنه، واسه تغییر بزرگ، واسه چیزی که خیلی وقت منتظرش بودم. ورز اپ امارج گرام، این منم یعنی امارجی و حدودا 2 سالی که فعالیتم داخل یوتیوب شروع کردم و تا به اینجا حدود 350 تا ویدیو آپلود کردم. از اولین ویدیو تا همین چند وقت پیش داخل اتاقم فعالیت میکردم. از همون اول دوست داشتم که کارم تو همون اتاق خیلی خفن و آیکونیک باشه، واسه همون لوگوی خودم و والیدیای گازدار درست کردم و تو گذشت زمانم چون نرلیف خیلی دوست داشتم اما پولشو نه، تصمیم گرفتم تا خودم درست کنم. اما خب چون تا اون زمانی که من درست کرده بودم کسی درست نکرده بود، نحوه درست کردنش بلد نبودم و یه پروسه خیلی زمانبر شد برام، چون از سر اولی تا آخرش خودم مسلمان چیدم. حالا از اینا که بگذریم، اتاقم خیلی جای خوبی درست کرده بودم واسه انجام فعالیت یوتیوبم. اما خب به مرور زمان یه سری مشکلات پیش اومد. مثلا چون اکثرا شب رو ریکورد می‌کردم خانواده اذیت می‌شدن، یا واسه بعضی از ویدیو جا نبود و همیشه در پنجره را می‌بستم تا مانع ورود و خروج صدا و نور بشه، و واسه همون اتاقم اصطلاحاً خیلی خیلی دم می‌کرد، یا بهتره بگم خیلی رطوبتی می‌شد. بعد به مرور زمان هم داشت به مشکلاتش اضافه می‌شد. بعد از کل همه اینا باعث شد که کم کم به فکر تغییر مکان باشم و طرحی که از اول کارم تو مغزم بود و پیاده کنم، و اونم چیزی نبود به جز ساخت استادیوم. خیلی خوب خیلی خوب، همونجور که گفتم نقشه ساخت استدیو خیلی وقت بود که داخل ذهنم بود و مکانش هم دقیقاً از قبل داشتم که طبقه نمیشد بالای خونمون، که واقعا انگار اونجا رو بابا مست استدیو درست کردن ساخته بود. طرحان رو صفحه ریختم و بعدش هم آسمان رفتیم به صورت 3D روی بلندر درش آوردیم. همینجوری که میبینید دفعه اول خواستم به صورت یک تاس کل بک‌گراند و قفسای ایندیویدوال کار کنم، ولی بعدش نظرم عوض شد و خواستم خیلی آیکونیک تر و خفن ترش کنم. واسه همون طرحام به کلی عوض کردم و تبدیلش کردم به 3 تا پنل 2 RGB با طرح تابلو لژندری MRG اونم RGB بود. بعد طرح اتاق خودم رفتیم سراغ اتاق مست ماهان، چون استدیو کلا 90 متری یه خوابه بود، همراه آشپزخونه و یه حال بزرگ. حالشو تقسیم بندی کردیم و تبدیلش کردیم به یه اتاق که شد اتاق مست ماهان. خوبی اتاق مست ماهان این بود که 3 تا پنجره خیلی بزرگ داشت، و چون مست ماهان عاشق نور طبیعی و البته نماش رو به جنگل بود، عاشق این اتاق شد. و این نکته که در مورد اتاق مست ماهان هست اینه که حدودا 30 سانت ارتفاعش از اتاق من بیشتره. خلاصه طرح اتاق مست ماهان هم ریختیم، یه سری از جام گفتم به مست ماهان که واسه چنل خودش فوتیج بگیره، و بعدش همونو به اوستکار تحویل دادیم. خیلی خوب میرسیم به قدم اول اتاق من. چون کف اتاق من تخته نرات با حاشیه‌های زیاد بود، اصلا آقای خوبی نبود، هم برای صدا هم برای دما، و تو همون قدم اول کف اونجا رو پارکت کردم که حدودا یه پروسه نصف روزه بود. یه نفر اومد و کاراشو انجام داد و واقعا با رنگش خیلی حال می‌کردم، چون به رنگ سقف کاسه بالای بغل اتاق می‌خورد و واقعا مچ خیلی خفن شده بود. بعد اون حدود یه هفته بعد اوستکارا رو آوردم و طرحامو بهشون نشون دادم، و بعد چند روز شروع به کار ساخت قفسه ها، میزا و پنلا کردم، و بعد اینکه آماده شدن وقت آوردنشون شده بود، و بعد انتقالشون به بالا نمات نصبشون رسیده بود. بعد انجام همه اون کارا وقتی این بود که تابلو کار خوب بیارم، که این سری تابلو خفن شانی تحویلم بده، که خب همین کارو کردم و حدودا بعد یه هفته نمات نصب اونا رسید. اما بعد همه این کارا تازه کابوسم شروع شد، و اونم چیزی نبود به غیر از لهم، اسمبل و نصب الیدی های ایندیویژوال، که واقعا پدر منو در آوردن. حدود فکر کنم یک هفته سرشون بودیم، نمیتونم براتون توصیف کنم، انگار الیدی جن زده بودن، خود به خود خودشونو میسوزوندن، کنترلر خود به خود میسوختن، از یه سر ورودی داشتن از یه سر خروجی نداشتن، دوباره که عقب خروجی داشتن، بعد یه مدت دوباره خروجیشون درست میشد. یعنی عجیباً غریب و تا حالا همچین چیز ندیده بودم. من خیلی با استندیای نواری همون استیکی کار کردم و واقعاً تو زندگیم همچین چیزی ندیده بودم. خلاصه پدر منو حدود یه هفته درآوردن و بیشتر وقتم سر همینا رفت. یعنی میتونستم حدود یه هفته زودتر ویدیو بذارم. واقعاً درستم میگه. ولش کنیم کلا. بعد انجام دادن پروژه الیدی های ایندیویدوال جنی، ستاپم بگینگی آماده بود. یه سری کاراش مونده بود اما خب قابل استفاده بود، نه برای ریکورد، فقط واسه استفاده خیلی معمولی. خلاصه سیستم آوردیم و چیدیمش، اونم زیاد کاری نداشت. و اما بعد همه اینا بالاخره نه اگه فکر میکنین که کار اینجا تموم شده باید بگم نه، هنوز استدیو کلی کار داره و الان دقیقاً جای معنی واقعی کلمه بیگ مس. و یکی اینکه دم همه وبسایت هم کلا هر چی وبسایته، دیجی کالا، نمیدونم فلان کالا، بسان کالا، چون که میخوام سیستمو دقیقاً این تای ته بذارم، و خب اگه اونجا بذارم سیستمو یو اس بی نمیشن تا اینجا بیان، و چیزایی مثل کمرینگ و کارت صدا و موس و کیبورد اینا نمیتونم بیام اینجا وصلشون کنم، چون
خب یو اس پی هاشون کوتاهن و از اینجا تا اونجا حدوداً یه فاصله 4.5 متری تا 3.5 متری هست. میز منم کاملا کثیفه. یکی دو روز دارم اقدامات همین ویدیو رو انجام میدم و به خاطر همون کلاً ناهار و شام و همه اینا اینجا خوردم. و خب دیروز جمعه بود. واسه همون نتونستم برم کیبل و چسب سفید بگیرم تا اول از همه این پاور پر سر و صدا رو هایید کنم. چون واقعاً پاور این تابلو خیلی پر سر و صدا داره. بعضی برم سیستم خیلی سایلنته. وقتی این روشن میشه از سیستم بیشتر صدا داره و واقعاً هم رموخه. هم مایک رو پیکاپش میکنه. واسه همون باید ببرمش اون پشت. و به لطف این کانورتر قوی که 12 آمپرن. اون شاپی که این SMD رو همراه این کانورتر رو با هم کیتا چی با خودش فکر کرده. اصلا زده تست کنه یا نزده. واقعاً یه جوری واسه من خیلی مسئله بزرگیه. که چرا ناموسن؟ یه کانورتر میدین که کنترلر رو میسوزونه. واقعاً چرا؟ درصد باید میگن کار خیلی زیاد نمونده. بیشتر کارا رو انجام دادم و واقعاً خیلی حال دادم بچه‌ها. واقعاً میتونم میگم خیلی وقت ویدیو نداشتم. خیلی وقتی که کامنت امارش کردی نبوده. بچه‌ها امارش کردی نبودن. یعنی نبودن که بودن نمیشون گم. حتی همین الانم خیلی کامنت میذارن. خیلی همین چنل فعاله. ولی اینکه ویدیو نمیذارن، دیلی ویدیو نمیذارن. با بچه‌ها امارش کردم. ارتباط خیلی نزدیکی ندارم. یه جوریه برام. امیدوارم تا یکی دو روز دیگه اینجا کارش کاملا تموم بشه و برگردیم به روال ویدیوهای عادیمون، یعنی ویدیوهای دیلی. برای همونجوری گفتم وی تو اوور لول و خیلی خیلی خفن. من برم سر ادامه کارهای ویدیو و تو ادامه ویدیو میبینمتون. ولکام تو نکست افینگ دی. خیلی خوب بچه‌ها خبر امارش کردید. همونجوری داخل استوری اینستا دیدین. اومدم و کیبل منیجمنت رو کاملا انجام دادم. یه سری افزایش دهنده یو اس پی خریده بودم که خب متاسفانه تو جایی که من زندگی میکنم نبود و انزلی میخواستم برم بگیرم. ولی باز فکر کنم اون کرونا خطرناک واسم نرفت. براتون سفارش دادم. یه بار استاپ فرستادن. همونجوری هم که قبلا گفتم. و بالاخره برای مرجو کردنشون یا همون مرجویی کردنشون درست رو فرستادن. که به اینجا وصله و زیر پورت یو اس پی ساده خیلی کلین رد میشن. همونجوری که میبینید. و به این هابی که اینجا خریدم وصل میشن. حتی میدونم نور خیلی کمه. این هاب زیاد معلوم نیست. اون هاب یو اس پی باید تغذیه بشه. و بهش یه آمپر 5 ولت بخوره. از طریق یه سیم شارژری که قراره به اینجا بخوره به اونجا. و خیلی خوبه که همیشه این زیر و کلین و خفنه. کیبل قراره کاملا جمع بشن و برن بالا. پشت به شدت کثیفه که باید تمیز بشه. و بعد انجام دادن همه اینا یه سری کارا میمونه. مثل منیج کردن کنترلر این ار جی بی ها یا کنترلر کومودا و اون پشت هستن که باید کامل منیج بشن. و البته منیج کردن این سیما که همونجوری که میبینید دورشون چسب سفید کشیدن که خیلی کلین و خفن بشن. در همین شکلی هم میکشن اون چسب همین بر بود و عقب برن اون پشت خیلی تمیز اینجوری جمع بشن. و چون کمپرسور به شدت صدا داره قرار زنشون پشت. فکر کنم قبلا گفته بودن که میخواستن کلا سیم بکشن تا اونور. اما خب بیخیال شدن. گفتم پشت بذارم. تهش هم داخل یه باکس میذارم. و خب چون هوا اینجا همیشه خنکه. چون طرفه همون اسپلیت همیشه روشنه. حالا نیاز نداره فنش به اون شدت صدا بده. صداش از پی سی بیشتره خدایا. البته خب من کلی واسه کولینگ پول دادم که بی صدا باشه. ولی در صورت سرم سعی کردم منیج کردن اون سیما. بعدش اونور. بعدش چیزی نمونه. به گذاشتن ویدیو دیلی لام هستم. واقعا دلم تنگه. نمیدونی اصلا چه احساس زهر ماری دارم. خیلی بده. خیلی بده. فکر کن یه یوتیوبری که 4 5 روز دیلی میذاره یا یه هفته ویدیو نمیذاره. دیوانه کننده است پسر. ولی خب سر یه مورد دروغ نمیگم. چند سیس زدیم. حال داد واقعا حال داد. در صورت بریم واسه دمای کار. بعد انجام دادن یه سری کارهایی که مونده بود تقریبا دیگه کارام تموم شده بود و لتس گو. و بالاخره خوش اومدین به استدیو جدید من. براش خفن امارش کردی. بالاخره کارهای استودیو تموم شد و همونجوری که دارین اینجا رو میبینین یه استودیو خیلی خفن شده که من واقعا 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 عاشقشم و فوق العاده است واسه ریکوردهای ویدیو. همونجوری که دارین تست ویدیو رو میبینین یه بک گراند خیلی خیلی خفن آیکونیک دارم که تشکیل شده از تابلوهای خفن، صدا تابلو ال ای دی خفن ار جی بی که ام ار جن جمع میشن ام ار جی. راست ناستمان یه بوی راستی ناستمان هم اینجاست. شرطتون هستمان. خیلی توی مدت تو کمک کرد. داداش به شدت دوست دارن. رنگ چپ و راست هم میخوره و ترکیب رنگ‌های خفن و روشن و خیلی زنده. روی ستا ما نوردهی از همون رینگ لایت ها و دوتا سافت لایت هم استفاده کردن که سافت لایت های فوق حرفه ای هن همراه کامرا که جمعا یه بکگراند خیلی خفن رو به این میدن با کمود های اندیویژوال. و البته سیستم خفن هم که این پشته از ما کمی جلوتر لوگو خفن امارجی اینجا ببینیم که خیلی خفن داره خوش نشون میده و من واقعا عاشق این آپشنشم. این پشت نور خیلی سافت و خفن داریم که دور پنل رفته و استرایت تکی دور آر رفته. فقط در حالتی میتونم صندلی بشینم و
ویدیو رو استارت کنم. وقتی این کارم تمام شد کار خیلی خاصی داشتم. برای مثلا مکبوکم کار داشتم، برمیگردم. میتونم خیلی راحت با مکبوکم کار کنم. یا برای مثلا برای خیلی از ویدیوهای دو نفری یه سورپرایز خیلی ویژه دارم که این ستاپ لازمش بود و خیلی خیلی این ستاپ یونیکه و واقعا عاشقن استدیو هم من. یعنی واسه همه کار به درد میخوره. آن باکس، ویدیوهای خفن، ویدیوهای گیمینگ بالاتر. راستش بخوام بیشتر چیزی که تو این ستاپ دوستام رنگای شاد و خفنشه که همینجوری که میبینین از یه آبی خیلی خفن روشن اون زیر شروع میشه و به رنگ نارنجی و تقریبا بنفش میخوره که با هم یه ترکیب رنگای خیلی خفنیه. این رنگ که زرد مایه به نارنجی، تابلو هم که به صورت کامل نارنجیه و خب دورشون طلاییه، درسته هم که خاموشن سیاهن. ولی خب بعدی این تابلوانی که نوزید خیلی زیاد تولید میکنن و از این نظر یکم بده باید کلا فنشو دستی عوض کنن. یه آداپتور دیرتی داره، یه آداپتور کاملا دیرتی. اگه مثلا اون دوری میزنن کامل رو درست بگیره. لایت های نئون خیلی خیلی خفن زدم که دو خطن و واقعا نور صافت و خفنی دارن. من بیشتر ستا بخونم توی شب دوست دارم. وقتی که چراغ خاموش کنم. اگه نما رو کامل داشته باشی میبینی که نمای خیلی خیلی خفن و آیکونیکه. از زیر و جلوی ترکیب رنگ خیلی خفن داره که من واقعا عاشقشم و تو شب فوق العاده است. حتی میشه ویدیوهای 5 صبح خفن اینجا گرفت که میذارم خیلیاتون فنشین. ستاپ خیلی تمیز شده. هدفون اینجا، کارت ساز اینجاست. موس بی وایرمون، کیبورد هنوز همون داش قبلی مونه. اصلا تغییر نکرده. مانیتور هم به همین صورت. نمیخوام بهتون دیتیل خیلی زیادی بدم. چون موس استدیو چون میخوام بزنمش هنوز و فعلا یه چیز جزئی بهتون میخوام نشون بدم. از آپشن خفن که استدیو من داره اینه که براحتی میتونیم ویدیو دو نفره بگیریم و دیگه جای خیلی زیادی داریم براش. بلکه باز جای زیاد واسه نشستن و البته صندلی خفن ارگونومیک که تهش هم نارنجی و یه کاستوم خیلی خفنه. امارجی جانم چرا کل ویدیو داری آیفون تو به رخمون میکشی؟ مایک داشت ها اینو خاصا به کس بگم نگم آخه آیفون خاصی هم سی آیفون 7 قدیمی ما واسه کیفیت کار خرج میکنیم داشت. آره داشتی خلاصه بزنین لایت اینجا روشن کنم که به این صورت میشه. لایت های بالا اینجا لامپ های هالوژنی هن که خب خیلی خوب نیستن به نظرم، بعضشون تیک دارن و اگه با فریم بالا ریکورد کنین یه تیک هایی متوجه میشین که باید کنم عوضشون کنم. لامپ های خیلی با کیفیت تر ببندم که حالا باید هالوژنی هم باشن ولی خب با کیفیت تر. همونجوری داخل خود ویدیو هم گفتم اینجا ریل بستم. این سمیز های گلاسه واسه همون هم راحت تمیز میشه هم راحت کثیف میشه. و واقعا پیشنهاد میکنم میزای های گلاس خیلی خوبه. گفتم که نمیخوام خیلی توضیح بدم ولی انگار دارم زیاد توضیح میدم. واسه هم همینجوری ویدیو رو تمام میکنیم. کلا تو ترند زیاد توضیح دادم. آره لایت هم روشن باشن به این صورت میشن بکران. مثلا اون پشت میزنه بگی که واقعا زندگیم سرشون پاره شد. سر سیم کشیش واقعا پاره شد. همونجوری داخل خود ویدیو گفتم بازم بهتون میگم اصلا همچین کاری پیشنهاد نمیکنم. ساخت اینو اصلا پیشنهاد نمی کنم. اگر روانی میتونین یه دونه استریپ دیامتری بخرین. SNDI 50-50 نخرین به هیچ وجه. مخصوصا با سیمای مسی که دیگه عذابن. اینجا نشون بده اکستنشن خورده. سیما پایا بالا میکنن، عذاب میدن SNDI. خلاصه خیلی بدن. SNDI مخصوص تابلو سازی خیلی واسه این کار بهترن و خب متاسفانه من اینو ندیده بودم که همچین آپشنی وجود داره که از قبل بوده و سر این پاره شدیم. به هیچ وجه هم کیت همراه پاورش نه. حتما برید با تحقیق خودتون یه پاور پیدا کنید. اصلا نمای کلی این بود به شدت با این ستاپ حال میکنم. یعنی بهتره ما استدیو حال میکنم و همه چیز خوام بیافتن اینجا. دمتون گرم تا اینجا ویدیو رو نگاه کردین. از این ویدیو بعد ببینیم سر ویدیو دیلی خیلی خفن خیلی پرقدرت‌تر. داخل اینستا خیلی توضیح دادم. حتما به اینستا رو فالو کنین. مثلا حرف خاصی نداری. بریم یوتیوب رو بهتر کنین. هنوز ستاپم خیلی کار داره. به فرم نهایی نرسیده. خیلی براش برنامه دارم. به داخل ستاپ تون می‌بینید. منتظر ویدیو هم باشین فکر کنم یه دو سه ماه دیگه است و حرف اضافی که باقی نمونه تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.